فاطمه لیلا خانم، چرا با تلفن داری عکس میگیری؟ صبر کردی من نمازم تماشا برم خونه دوربین درست حسابی بیارم عکس خوب بگیری؟ نه خوبه همینا، آقای آشتیانی گفت زودتر بفرستم عکس و ویدیوها رو، میخواد بذاره تو پروندهمون که نوبتمون تو وزارت کار عقب نیفته. باشه، کاری داشتی به من بگی. باش. هم. بیا 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 بیا. آقای آشتیانی سلام، وقتتون بخیر. من این عکس‌ها و ویدیوها رو براتون گرفتم، الان میفرستم. تعدادی از بچه‌هامون هم توش مشخصن. الان نیروهای کارمون حدوداً 10 نفرن. حالا انشالله کارمون رو که توسعه بدیم تعدادشون بیشتر هم میشه. ارادت الان براتون عکس‌ها رو میفرستم. کجا داری میری؟ خب بمون دیگه. من قربونه فردا کلی کار دارم، شرکت باید برگردم. نمیری با آقا جون سر بزنی؟ الان که دیگه خیلی دیرم، تو خدا بهش نگین من اومدم اینجا ها، بفهمه اومدم بهش سر ندادم پوستمو میکنه. باشه خیالت راحت. من درو بکنم. خدا سلامت عزیزم. خدا حافظ. خبر بده رسید دیگه. سلام آقا بهروز، شبتون بخیر. ببخشید که من دیر وقت پیغام میدم، یکم کارم تو گلخونه طول کشید، همین الان رسیدم تهران. میخواستم بگم که من فردا یکم دیرتر میام شرکت، احتمالا به رفتن خانم مخوان نمیرسم. از طرف من ازشون عذرخواهی کنین، خیلی خیلی سلام برسونین، انشالله که سفرشون بی خطر باشه، به سلامتی برن و برگردن. بازم ببخشید که من دیر وقت پیغام دادم، شبتون بخیر.
دوستای عزیزم سلام. هر کدام از این گلوگیاهایی را که ما فیلم شما دیم اگر نیاز داشتین خبر بتن و آدرس شما در تهران روان میکنیم. همیشه سلامت باشین. میشه در باقی دو چشمایت بشینم، میشه از چشمی تو خورشید ببینم، میشه از زلف عروسانه تو دانه دانه گل بارانه بچینم. میشه یک روز کین پنجره را سای خورشید رو خط با بکنم، میشه یک روز در آینه اینو دارم من خوب تماشا بکنم. میشه زلف عروسانه تو دانه دانه گل بارانه بچینو. میشه گلهای زمستان زده را نفس گرمی کسی وا بکنم، میشه را همه باران بگیرم، چشمه ها را همه دریا بکنم. میشه زلف عروسانه تو دانه دانه گل بارانه بچینو. میشه در باقی دو چشمایت بشینو، میشه از چشمی تو خورشیده ببینو. سلام مامان قشنگم، صحبت بخیر. صبح شما هم بخیر بیروز خان. کجایی تو؟ خونه. منم یکی دو ساعت دیگه باید فرودگاه باشم. بیا کارت دارم. میدونم مادر، چشم، خودم میرسونم. شرکت تولید و توزیع گیاهان و داروی گلبو بفرمایین. خام کریمی منم. سلام آقا، بهروز شما این؟ امید کجاست؟ نه من هنوز ندیدمشون، فکر کنم نیومدن شرکت. برو بالای پری خانم بگو بیدارش بکنه. اون شلمان گرفته خوابیده با لگدم شده، بیدارش بکنه بیاد دنبال من. منتظرم خونه. بدو زود باش. بله بله چشم. الان میگم برسن خدمتتون. بگو بیاد. پری چای. امید داداش، قیمت دلار من میدی؟ منتظرم زود، دمت گرم. عزیزم باشه. آقا بهروز منتظر زنی زده شرکت، میگه امید کجا؟ تلفن تو چرا جواب نمیدی؟ تلفن روشم رو حالت هواپیما. نه اینجاست.
صد دفعه بهت نگفتم وقت خوابی گوشی رو نذار بالا سرت. خب مغزت داغون میشه. قربونت برم. خب قربونت برم. گفتی رو حالت هواپیما اشکال نداره دیگه. عزیزم اطلاع داره روز به روز تازه میشه. منم کلا به روزم. پاشو آقا بهروز منتظره. والا خوب اینا خونهشون سه تا کوچه بالاتره. خب یه روز پیاده بیاد نمیمیره این آقا بهروزتون که. آقا بهروزمون؟ تو مثل که بیدار میشی کلا همه چی یادت میره نه؟ این آقا بهروز که میگی رئیس ست تو هم راننده شی. بابت این ست کوچه‌ای هم که میری دنبالش داره بهت حقوق میده پولاتو جمع کنی منو بدبختو بعد دو سال ببری خونه بخت. آه چی خونه بخت؟ اصلا آره رئیس هم بهروز. بریم کجا؟ همین جوری؟ راست میگی. سردته؟ نه نه آم برای این من هوا کششو دارم میبندم. بود آقا بهروز منتظرم. پری تو بهترینی. پری تو بی نظیری. پری پری امید چی شد؟ آه گربه هست عزیزم. گوشی 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 نرگس جان سلام خوبی؟ ببین حتما مراقب دمای انبار خاک باشین. به محسنم بگو شبا روی خاک رو با پتو و مشما گرم نگه داره. صبحم اول مشما یک ساعت بعدش هم پتو رو از خاک برداره. قربانم. مامان جون شرکت خاله اینا اینجا خیلی خوشگل شده. آره خودم میرسونمش. سلام. نه عزیزم نگران نباش. چشم چشم. خانم خوان سلام. سلام. با من کاری داشتین؟ یه تومن برات واریز کردم بابت کتابای دانشگاه که می‌خواستی بگیری. دست شما درد نکنه. من پیمک بانکم فعال نیست، متوجه نشدم. پس بی زحمت خودتون از حقوق آخر ماه هم کم کنید. نیازی نیست. آخه اینطوری که خجالت میدین. نه بابا چرا خجالت؟ می‌خواستم بگم که اون کتاب انگلیسی که دنبال نسخه اصلیش می‌گشتی، اونم اسمشو بده شاید اونجا برات پیدا کنم. چشم. بازم دست شما درد نکنه. عشق. خیلی زحمت کشیدید. با اجازهتون. جمشید واقعا خوشحالم کرد. منم همینطور. فقط باید قول بدی که دفعه بعد حتما با مازیار بیاد. بله چشم. میدونی آخرین باری که من مازیار رو دیدم کی بود؟ فکر کنم مثلا دبیرستانی بود. آقا بچه بود دیگه. حالا ماشاءالله مردی شده. اتفاقا دیشب با خانومم داشتیم آلبوم‌ها رو مرور می‌کردیم. خانومم یه عکسی از 20 سال پیش که با هم رفتیم شمال. بله بله. آواجون بود و با مازیار. چقدر کوچولو بودن اونم. آره خیلی زنده باشید. تشریف می‌برین؟ آره آقا خانم باید برین ولی به این سادگی راحتون نمی‌کنیم. اختیار دارید. رجان یه برنامه‌ای بچین که آقا خانم با مازیار همدیگه رو ببینن که راجع به این پروژه جدیدمون بالاخره یه صحبتایی خواهند داشت با هم. بله. چش من در خدمت. آقا خانم مراقب خودت باش. ممنون. خیلی سلام برسونم. رجا قربانت برم. قربونت خدا نگه. میام بار. نه خواهیش من. به کارت برسه. را رو برم. بفرم. باش. خدا به سلامت. فکر کنم موبایلتون داره زنگ میخوره. موبایل نیست بابا. ساعت قرصم. سلام صبح بخیر. سلام صبح بخیر. موهاتون به هم ریخته حسابی. آها به خاطر این کلاه هست. این آقای مشتری بود؟ نه آقای نعیمی از دوستای خانوادگی و قدیمی مونه. یه چند سال ایران نبود. الان تازه برگشتن اومدن راجع به پروژه مشترک با او حرف می‌زدن.
چه پروژه؟ آقا مازیار پسرشون اونور طراحی داخلی و دکوراسیون خوندن، بعد الان برگشتن ایران، اومدن پیشنهاد دادن که ما هم طراحی داخلی کار کنیم. به نظرم عالی میشه. حتما که عالی میشه. آقا پسرشون نیومده بود؟ نه، گفتن دفعه بعد میاد. امیدوارم اتفاق خوبی بیفته. حتما اتفاق خوبی میفته. من با اجازهتون میام. بابا آقای بهروز اخوان خودم رو بفرمایی از عکسات خیلی قشنگ داری من دست داری چرا پول مردم میدی تو باشین که وضعت خوبه شما همینجوری پول دار میشین نه ماشین های چند صد میلیونی سوار میشین و چه که مردم رو پاس نمی کنی، آره؟ پس چه کارو امینی داده دست تو؟ پول منه بده بابا نمیتونی پاس کنی، غلط میکنی، چک بکشی این مرد حسابی داد نزن دفع آخرت اینجوری با من حرف میزنی ها دست تا بکش بابا ترسیدم ببین تو پول منه ندی، اوضاع همینه الان هم اگه میخوای آب روزی نشه پول منه بده من برم من ولکنت نیستم من اصلا موی دماغم اصلا کارم همینه خوبم بلدم چی کار کنم پس خوب گوشتو با که آقای موی دماغ اون چه کاری که دستته تا دو سه روز دیگه پاس میشه ولی یادت باشه من اون دوزاری های گلابی نیستم که تو بازار میری چهار تا داد میزنی ازشون پول میگیری حالا هری به سلامت گفتی پاس میشه دیگه آره پاس نشه من هشت صبح اینجام اینجا نه اونجا میرم اونجا ببینم چه خبره اون تو آره آدرس دفترت هم دارم هنوز نفهمیدی با کی طرفی اما اشکالی نداره با هم آشنا میشی گماز گماز برو برم برات این درد سر میشه شهر میشه شرکت ولده برو شما تلفن شو بگیر چشش فقط خود شما هم اگر امکانش هست از پشت سر لطفا منو حمایت کن برو می تو خواب مونده بودم دیگه خجالت نمی کشه آمی من این همه کار دارم تو خواب موندی و من دیجا منتظرت بمونم بیان جلو در خفتم بکنن وقت خب آقا این خفت کردن شما ربطی نداره من دیشب اینجوری کشیک میدادم تا صبح کشیک چی میدادی آمی کشیک چی میدادی آقا آدم تو کوچه بود آدم تو کوچه واسه اون مشکوش بودم اینقدر توقع نزد اینقدر توقع نزد اما پرواز داره دیر میرسم چشم خورم سخته به خودم نمیام شما مشکو غور نزن بچه ها حواستون باشه این گلونا رو هم نذارینا گل آسیب میزنه محسن جان خدا بیا برو به این رانندوانته بگو من صد بار خودم هم رفتمش گفتم آروم رانندگی کنه ما داریم بار سالم تحویلش میدیم بعد اونجا سالم تحویل لیلا بده چش اصلا شما نگران نباش عزیزم من باش صحبت کردم بازم بهش میگم اینا رو دونه دونه سالم تحویلش میدم رسید میگیره و میخوام که اونجا سالم تحویل بده خواهش میکنم لیلا پیغام داد گفت حتما یادمون باشه هر شب باید مشامو بکشیم رو انبار خاک چش اونم چش حواسم هست من لحظه به لحظه اونا رو هم چک میکنم شما فقط به لیلا خانم پیام بده بهش بگو این وانه دو دقیقه دیگه راه میفته سر موقع میرسه خیالش راحت بشه نگران نباشه دست شما درد نکنه خودت برو بالا سرشون باشه آقا صابر بیا برادر این لیستتو ببینم چی شد آقا دو تا از این گلدونا مونده اینا رو تکمیل کنیم میفرستیم کامل میشه آره یه 5 دقیقه وقت بود دست شما درد نکنه این راننده وانت هم بگو عجله نکنه آروم آره بهش میگم که اینا آسیبی نبینه حالا منم بهش میگم حتما حتما خیلی من خاله
خاله میگم فضای اینجا خیلی باحال شده. خوشت اومده؟ آره، چیزی شده؟ من همیشه قبل سفر یه چیزایی رو گم میکنم. ای بابا چی گم کردی؟ بیام کمکت؟ نه ولش کن. خاله میگم بهروزم نیومده، یه وقت دیرمون نشه. زنگ زدم بهش، میاد الان. یه وقت چیزی هم نداری؟ نه، همه چی رو برداشتم. کریمی، اینا پرینت همه مدارکیه که توی فلش بود. مهیار جان بلیطای خانم زود تر بیار. خاله جون من برم ماشین روشن کنم شما. برو برو. بفرمایید. سفرتون بی خطر باشه. ممنون. به سلام آقای خونسرد. سلام. خالم دیر برسه تقصیر توه. دیر برسه؟ با دست فرمونی که تو داری مطمئنم سر وقت که میسته هیچ چیز زودتر هم میرسه. ممنون. همه چی گذاشتیم باره و چندونه. آره خیالت رو. دست درد نکنه. کجام پس؟ چرا دیر کردم؟ مامان قشنگم سفر داره، من دیر رسیدم. کجای بیروز جان؟ تسلیم. خب من از پرواز جا بمونم چی؟ به خدا هیچ اتفاقی نمیفته، نوشی سری میرسونه. واسین اسفند بردم. خاله جان بیا خیلی دیر شده. خادم خاله. خانم کریم. دیگه سفارش نکنم. من یه جاش. خیالتون راحت. خیلی خوشگذره. خدا حفظ. مراقب باشی. بیروز جان. جانم. من $3,000 تو میز کارم داشتم. امروز هرچی گشتم پیداش نکردم. یعنی چی؟ یعنی یکی برداشته دیگه. دزدیدن؟ کی؟ آره، من چه میدونم کی. صد دفعه بهت گفتم دوربینای شرکتو درست کن. خیلی خوب. الان دلار کافی داری یا برم بیارم؟ آره، فقط می‌خواستم برای احتیاط همراهم باشه. فقط تو باید حواست جمع کنی. ما اینجا اگه دزد داشته باشیم اینجوری نمیشه. چشم. آدم دزد تو شرکت ما نمیتونه باشه. چش. شما دلواپسه این چیزا نباش. بس دیگه، پری خانم خفمون کردی. اه. خاله جان. جان نترس، تا تو بیای من مواظب پسرتم. بیا بشین بریم، دیر شد. قربونت برم. بشین اومدم. خیالت راحت، پیداش میکنم، حالش هم جا میارم. خودت نه، میدی دست پلیس. چشم، دعوا که نمی کنم. اقدام شخصی نیست. دیر شد، دیر شد. یعنی حواست باشه. بفرمایید. بفرمایید. خانم خوابم، بفرمایید. به سلامت. سفارش نکنم. خیالت راحت. آب آوردم. رفتن سفر دیگه، تفاوتی نمی کن، شما بریزی. نه نمیشه آخه، بعد چششون به آب بیفته، میگن شگون داره. چه فرقی میکنه، دورن دیگه، چششون عقاب که نیست هیچ آبو ببینن. بریزین شما. آخه دیگه خیلی دور شدم، بعد دمه رفتن ریخ، اینجوری فایده ای نداره که. ببینیم میگن که. کی میگه؟ قدیمی ها. چی میگن؟ نشنیدی؟ نه. قدیمی ها یه چیزی میدونستن میگفتن دیگه، مثل من شما که نبودن، علیکی حرف نمیزدن. اینو بریزین، مسئولیتش با من. بریزین. نه غیر ممکنه، من نمیریزم. اینا علمیه آقا بهروز، من علکی که نمیگم از خودم. حالا بعد برم تحقیق کنم ببینم که شاید هم اشکالی نشته باشه همینجوری بریزم. بریزم یا چی؟ پرتو سلام. سلام، صبح بخیر. صبح بخیر. خانم اخوان الان دیدم سر خیابون. باشه، خدافظ. زنده باشی. چشم خالی نباشه. متشکرم. میبینم تو. بریم آقا. کجا بریم با این حالت؟ من چه میدونم، هرچی شما بگین، هرچی شما بگین، من برام فرقی نمیکنه. شما بگین بریم میریم، بگین نریم نمیریم، هیچی هم نگین. ما همین هیبت شما رو نگاه میکنیم. کیف میکنه. هیبت نه هیبت، ولی چیزه اصلا احساس امنیت خاطری که با هم میدین واقعا مثال زدنیه. بله. احساس امنیت خاطر داشتی که تا صبح کشک میدادی؟ نه تا صبح که آخه میدونی آقا این شب که میشه یه خوف این شرکت رو برمیداره سوت و کور میشه. میدونی به لحاظ اخلاقی دارم خدمتتون عرض میکنم، همیشه امنیت خاطر نداریم ما شب، به خاطر همین گوشوایی میسیم و اینا. دیشب هم خصوصا تو کوچه یه سر صدایی بود، پاشدم اومدم دیدم. بله، از اون بالا اومدی پایین تو؟ واقعا نه، بالا پایین نیومدم، ولی چیز بود دیگه، همش حواسم جمع بود که این امنیت برقرار باشه دیگه. بعد شب خسته شدی رفتی خوابید؟ دیگه وقتی دیدم خطری شرکت رو تهدید نمیکنه دیگه گرفتم خوابیدم. آید با تو باید رفت جنگ. مخلصی. الان پریده نمیپره نه؟ چشات تنگ هنوز خوابی؟ آه چی؟ نه اون که اصلا ردیب قبراقی قبراقی نه چی؟ خیلی خوب، اگه قبراقی بردم مال کار که بهت گفتم. بخشش، 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 این کاره چی بود؟
آنا یه لحظه نگین الان تو که زبون هم تو آها چی به برنده شدن رفت و چی کجا باید برنده شی؟ اوی من فکر میکردم تو خیلی بدبخت و بیچاره ای به خاطر اینکه این زن نصیبت شده. نه ماه، ولی الان خیلی خوب دارم دقت میکنم ببینم نه اون بنده خدا قربانی شده، تو روانی واقعا. چرا چیزی بهتون گفت؟ اگه مریضه چیزی هست به من بگین. دفتر فنی قرار بود بری دفتر فنی و می آره برگ برنده یادم گرفت رفت. بشین آرو ترمز. آقا خودم روشن کردم آوردم جره سخی نهی بود. آرو ترمز. آقای رسولی. جانم. آقای امجدی به هاتون کار دارم. جانم آقا اسم بهش چی خواهش میکنم؟ چشم ببینید باید با هم دیگه چکی بکنیم درباره این محصولات که تحویل دادیم که من خیالم راحت شد. ببخشید سیما جان. زنگ زده بودی رضا جان؟ آره اون موقعی باید کار داشتم، حالا یه نیم ساعتی که به زنگ میزنم مفصله. باشه فقط بگم و منم کارت دارم. الان خانم نعیمی زنگ زد. خب هیچ چیز دیگه، گفت اگه موافق باشین برای آخر هفته یه قراری بذاریم، یه جلسه رسمی داشته باشیم. آره اتفاقا منم می‌خواستم همینو بهت بگم. آقای نعیمی اومده بود اینجا به بهانه همون پروژه. ولی خب قول آخر هفته تو گرفت که بیان خونمون. من گفتم بابا من یه بابای سادم، آخ چی کارم؟ اصل کار مامانشه، با مادرش صحبت کنیم. پس اول به تو زنگ زدم، بعد خانم نعیمی زنگ زده که قراره با من قطعی کنه. بله دیگه اینطوریه. ولی فکر میکنم این دفعه کمر همت رو بستن که بله رو بگیرن. البته بگم اون دفعه اشتباه از سمت ما هم بود، اینقدر دست دست کردیم که نشد دیگه. رضا من خیلی دلم میخواد این وصلت سر بگیره. باش حالا من توی یه جلسه هم بعد باید صحبت میکنم فعلا. باش پس کار تموم شد زنگ بزنی. خداحافظ. جانم آقا من در خدمتم. عزیزم باید یه تطبیقی بدیم این لیست اجناس تحویلی رو به مشتری. من که میدونم چنون اسیر کاغذم، تو پرینتشو داری احتمالا. من فایلشو دادم به خانم اسدی، فکر کنم پیش ایشون باشه. خانم اسدی. بله. ببخشید بی زحمت یه پرینت از این اجناس تحویل شده به مشتری به ما بدیم. صبح یه پرینت به آقای رسولی دادم، دوباره بگیرم؟ آره پرینت داری؟ نه فکر نمیکنم پیش من چیزی باشه. صبح خودم براتون پرینت گرفتم، میتونم دوباره بگیرم، فقط یکم طول میکشه، اشکالی نداره؟ می چند صفحه است؟ فکر میکنم یه 30 صفحه‌ای هست، ولی قبلش باید جوهر پرینتر رو عوض کنم. خب نیازی نیست، شما بفرمایید اگه میگین دادین تحویل من دادین، من میگردم پیدا میکنم، شما بفرمایید. باشه. من الان براتون میارم. خب. خانواده شما احترام زیاده کنم. خیلی ممنون، شما لطف داریم. بله این حرفا رو اگه اجازه بدین در حضور بزرگترها بزنیم. خیلی ممنون. نه تو رو خدا زحمت نکشیم. چشم. بله چشم. به مادر سلام برسون. نه بگین زحمت نکشن. باش. خدافظ.
خانوم ها، آقایان، لطفاً توجه فرمایید. علامتی که همکنون در دست من میبینید جدیدترین افتخار شرکت گلبوست، سرکار خانوم لیلا احتشام، نخبه نمونه کارآفرین. خیلی خوب، بس بس، بریه میخ ورده بزن تو اتاق رئیس. چشم، فرمه سرکارتون. خیلی ممنون زحمتش. اختیار دارین، زحمتون که شما کشیدین لیلا خانوم. بفرمایید دوستان، بفرمایید سرکارتون. آقا بهروز چایی بریزم براتون. بله، دست شما درد نکنه. لیلا خانم چایی میخوریم بریزم؟ نه عزیزم، ممنون. این چند وقته کم اومدی پیشمون. میدونین که درگیر کارهای شرکت خودم هم. آره میدونم تو هم سرت شلوغه، ولی بیشتر بیا پیشمون، بیشتر بهمون سر بزن. چشم، شما که میگین حتما به چشم، ولی فقط من و سپیده تو شرکتیم، کارا زیاد شده، یه چند تا نیرو باید بگیرم، اون موقع سرمون خلوتتر میشه، منم بیشتر مزاحمتون میشم. مزاحمت چی؟ این چه حرفیه میزنی؟ من از خودم تا هر روز بیای پیشمون. چشم خاله جون، قربونتون برم. من میدونی نوشین جان، آدم وقتی میاد و میره صمیمی‌تر میشه، نزدیک‌تر میشه. هر چقدر کمتر بیای و کمتر سر بزنی دورتر میشه. اصلا دوری دوری میاره. من که هستم خاله جون، فقط شب به خاطر اینه که چیزی از طرف مقابلم نمیبینم. منم صبر کردم ببینم چی پیش میاد. آخه طرف مقابلت بنده خدا اصلا تو رو میبینه که احساساتشو نشون بده. دیگه اینطوری هم نیست خاله جون، به اندازه‌ای که باید ببینه دیده. چرا همینطوری هست خاله جان؟ حرفای منو جدی بگیر. من بهروز رو بزرگ کردم، بهروز باید کنارش باشی، جلوی چشش باشی، هر روز ببیندت، بعد به بودنت عادت میکنه. یه روز که نباشی دلش تنگ میشه، دنبالت میگرده. بالاخره منم از رو تجربه هم دارم این حرفا رو بهت میزنم. آقا خوبه این؟ پایینه. خوبه؟ بازم پایینه، راست دماغ منه. آها، خب نه این به خاطر قدتونه دیگه. شما میان داخل طرف های سقف و اینا رو میبینین، ما آدم معمولی ها میاییم این قشنگ رو برونه. امید، لیلا خانم. لیلا خانم یه لحظه. امید، چند دقیقه تشریف بریم؟ بله. میانی تو اتاق تابلو رو ببینیم به نظرتون بالاست یا پایینه؟ الان دارم میبینم دیگه، شاید یکم بالاست. بفرم، میگن بالا هم هست. آها راستی، وقتی کسی میاد داخل اول اون رو میبینه. میخوای دوتا دیگه از این چاپ کنم بغل این گلبوه بزنم؟ حالا اصلا مهم نیستش که دیده بشه، یه لوح تقدیره دیگه، رو همه دیوارا هست. خانم نفرمایید، شما نخبه نمونه کارآفرین. امید، یعنی توی این منطقه اصلا ما نداریم مثل شما. باشه باشه، همونجا بزن. نه دارم میخ بیارم برای مهمه تو جلسه فرامرزی، حتما این لوح تقدیر رو ببینه. کدوم جلسه؟ ولی خانم گفتم بهتون که کاتالوگاشو فرستاد براتون، فرستادم، قرار انتخاب بکنیم دستگاه رو خریداری کنی. آخه من هنوز هیچ تصمیمی برای راه اندازی کارگاه ندارم، چه برسه به خرید دستگاه. یعنی این تصمیمی نیست که بشه به این سادگی گرفت، باید یکم بیشتر تحقیق کنم ببینم چی میشه. باشه، تحقیق کنیم، فکر کنیم، هر کاری لازمه انجام بدیم، ولی فرصتمون از دست ندیم. باید مدیریت زمان بکنیم. همین بالا پایین شدن دلار معلوم نیست چه اتفاقی میفته، که همین امروز شانس بیاریم قرارداد ببندیم، تو دستگاه رو تحویل بگیریم، ببینیم چقدر گرون شده. بله. آقا بهروز ببخشید، آقای فرامرزی گفتن که تا چند دقیقه دیگه میرسن. خیلی خوب، به پری خانم میگی وسایل پذیرایی رو آماده بکنن، اون لیستی هم که بهت دادن بدیم بچهای مالی. چشم. خودشه. چی به من دارین نصب می‌کنید؟ دو ساعت تق 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 تق. نه نه تمام شد. برو کمک خانومت. خانومم کیه؟ امید خوابی هنوز؟ می‌خوای یه دونه بزنم به پره قشنگ؟ نه بیدارم بیدارم. نه پره یه میگید فهمیدم. چش چش آقا امید جایی نری، نه کارتون داری. نه خانم که اینو انتقال بدم جواب ابزار در خدمت. پری؟ بله. یه حواسم هست از صبح تا به چایی به ما ندادی. خودت برو برس. پری؟ تو ناراحتی؟ بله ناراحتم.
چند دفعه بهت گفتم چیز سنگین بالا نکن. چیز سنگین کدومه؟ تابلوی دیگه بالا سرت برده بودی. نه با اون که سنگین نبود که، تابلوی کوچولو موچولو سبک. تابلوی کوچولو موچولو سبک؟ اونطوری که تو گرفته بودی به ستون فقراتت هم فشار میومد. نه اون ستون فقرات چیه؟ میگم واقعا کوچیک و سبک بود. امید جان، پس فردا خانم احتشام میخواد بیاد به تو کمک کنه، من تک و تنها باید تو رو ترا خوش کنم عزیزم، میفهمی؟ راست میگه. ولی خب ببین، همون تابلوی کوچیک میتونه ما رو به آرزوهای بزرگمون برسونه. من تنها آرزوم اینه که زیره سقف با تو زندگی کنم. ببین کلا زیره سقف زندگی کردن پول میخواد، یعنی جای مسقف زندگی کردن پول میخواد. به خدا من حاضرم تو همون اتاق مسقف رو پشت بوم باهات زندگی کنم. آره میدونم، ولی آخه اونجا که اسمش خونه نیست، یعنی قدیمی ها به اونجا میگفتن خرپشته. خب ولی ما خودمون اسمشو گذاشتیم پنت بام، ماهیتش که عوض نمیشه. میدونی ما اسمشو فقط عوض کردیم. الان قرار شده آقا بهروز یه پولی به من بده، بتونیم بریم یه جایی رو لنگ کنیم، بعد بعد از اون رو بریم بالا پشت اون غروب آفتاب و بالا پشت اون نگاه کنیم، بعد بیایم پایین، بریم پایین 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 تو زیر زمین زندگیمون رو بکنیم، یا حالا مثلا طبق اول زندگیمون رو بکنیم ببینیم چه پول بریم دیگه. باش من یه چایی برات بریزم. پری تو بی نظیری، پری تو بهترین، پری بابا تبریک میگم. بار مبارک. خیلی تصمیم درستی گرفتین که الان دستگاه رو خریدین. من خدمت آقا بهروزم گفتم الان ما شرایط بدی داریم، تحریم و دلار. 3-4 ماه طول میکشه تا ما دستگاه رو بتونیم بیاریم و قیمت الان با اون موقع اصلا قابل مقایسه نیست. مبارکتون باشه. زنده باشی. خیلی متشکرم. خانم شما خیلی ممنونم از وقتی که امری با من نیست. زنده باشی. سپاس. ممنون. چیزی میل نکرده. سرش بیا به جا قصه جیگر بخور. 2 ساعت رفته 4 سیخ جیگر بگیری. خوش شد که این بابا. بده من همون میشه قصه تو بخور. الان قیافت رو اینجوری کردی، کالی درست میشه، اتفاقی میفته، با قصه خوردن و آه کشیدن اتفاقات ویژه‌ای برامون قراره بیفته، اقدامی قراره صورت بگیره. اقدام مگه به همه راحتی هست؟ با سخت‌ترین کار دنیاست. تو نمیفهمی من برم بگم یا نبشم اما چی میشه؟ تو جای من نیستی، تو باغ نیستی، نمیدونی توی موقعیت ها چی به روز آدم میاد. چی به روز آدم میاد؟ چرا انقدر مسئله رو سوزناکش میکنی؟ اون موقع که همکلاسی بودین که هر شب میوادی پلو من آه و ناله میکردی و شعر میسراییدی که دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، حالا که خرما خودش اومده رو زمین سوارت کرده برده رسوندتت بردتت سر کار، الان باید حرف بزنی لال شدی؟ گوش بگیر ببین چی داره بهت میگه. کی؟ من دیگه. من داره بهت میگه. همون پارسال بعد از این همه وقت دیدیش باید بهش میگفتی. ای من هر موقع میخواستم بگم یه اتفاقی میافتاد نمیتونستم بهش بگم. تو چون نمیفهمی؟ بذار بگم 2 سیخ دیگه هم بزنه.